به نام خداوند بخشاینده و مهربان. در پی بازداشت آقای مخدوم از فرماندهان ازبک تبار گروه تا توسط دیگر نظامیان این گروه در فاریاب، صدها تن و هزاران تن از شهروندان میمنه دست به اعتراض زدند و ده ها جنگجوی گروه تا که ازبک تبار بودند نیز در کنار مردم ایستاده شدند. فعلا وضعیت میمنه چگونه است؟ برای جزئیات بیشتر گفتگوی داریم با عبدالرؤوف شیرزاد، خبرنگار و فعال سیاسی از شمال افغانستان. جزئیات بیشتر با ما ارائه خواهند کرد. آقای شیرزاد هم قبل از مصاحبه‌ای که من با اونا داشتم، مصاحبه و گفتگوی با برخی از فرماندهان ازبک تبار در میمنه داشتن و اونا وضعیت را با اینا شهر دادن. ما همین لحظه آقای شیرزاد در تلفن با خود داریم. آقای شیرزاد سلام بر شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. اگر جزئیات بیشتر پیرامون این مسئله ارائه بکنید که فعلا وضعیت میمنه چگونه هست و این جنجال ها به سر چی آغاز شده است؟ سلام خدمت شما آقای مولیدی صاحب، تشکر از برنامه زیبای سنترال افغانستان. همین اکنون گزارش ها حاکی از آن است که طالب تاشتون تبار بنابر ظلم و استبدادی که بالای مردم ازبک در میمنه و فاریاب داشتن، چند پیش زمین های مردم توسط کوچی ها غصب شده بود و مردم به اعتراضات خود ادامه داده بود. سرانجام بعد از دخالت و پادرمیانی فرمانده طالب ازبک تبار در فاریاب، باعث ازش که طالبش تبار ایراد دستگیر بکنن و خشم مردم را در این راستا برانگیخت و مردم علیه از یاد دست به اعتراض زدن و حتی نظامیایی که از سوی طالبا در فاریاب بودن طالبان پشتون تبار را خلی صلا کردن و معترضی نیز بالای طالبان ننموده و آنها را از میمنه بیرون کردن. بله، قسمی که ما همراه یکی از فرمانده های ازبک تبار در میمنه تماس گرفتم و علت این همه شور و غوغا را در میمنه پرسیدم، اینا گفتن که ما در کل در قسمت ایجاد یک حکومت مشترک و یک حکومت همه شما تلاش داشتیم، ولی متاسفانه رهبری بود یا طالبان فاریاب بود، اینها دست به مسائل های قومی و سمتی دادن. اینا قابل نه تنها تحمل مردم فاریاب نبود، بلکه قابل تمام مردم کشور نیز نبود. بدین اساس اینا به خاطر عدالت و مساوات دست به اعتراض. حالا آقای مخدوم هم آزاد شده یا در قید گروه تا هنوز هست؟ هنوز آزاد نشده و معترضین هنوز دست از اعتراض بر نداشتن. قسمی که شما و هموطنان ما در جریان هستن، خشم مردم فاریاب و خشم مردم عزیز ما که در راستای تأمین عدالت و مساوات در جهت رسیدن به حکومتی همشمول بود، ولی متاسفانه دیده میشه که اینا نه تنها یک حکومتی همشمول و مشترک نمیخوان، بلکه روی یک حکومت قومی و پشتونواری فکر میکنن که اینا هیچگاه قابل قبول و قابل تحمل برای مردم افغانستان نیست. حالا مردم چی میخواین؟ میخواین که اینا اصلاح شوه، یک زمینه تامین امنیت و حکومت مشترک فراهم شوه، یا ای که میخواین اینا کلا از سمت شمال و از میمنه برایه؟ چون برخی شعارها را که ما دیدیم اونا خواستار از این بودن که افرادی که از مناطق خودشان نیستن بالای مردم ظلم میکنن باید کلا از ولایت هایشان برن. شما که صحبتی با بزرگانشان داشتین، اونا چی میگن؟ هنوز قضیه به طور کلی روشن نیست. فقط امروز شما شاهد بودین که یک انسجام کلی توسط ازبکا شکل گرفته در سمت شمال. اگر رهبری حکومت در قسمت تامین امنیت و تامین عدالت و تامین شهروندی برای تمام افغانستان فکر نکنن، ما شاهد یک بحران بسیار بزرگ و یک سقوط بسیار خطرناک و یک دوپارچگی بین طالبان در افغانستان میبینیم. سلامت باشید شهرزاد گرامی، گفتنی در پایین برای ما و مخاطبان ما اگر داشته باشید در خدمتیم. سلامت باشین. ما از تمام مردم افغانستان میخواهیم که خونسردی خود در این راستا حفظ بکنن و هر چی که در قسمت تامین عدالت شهروندی است دیا فکر بکنن و تنها خاص مردم افغانستان شکل گرفتن یک حکومت فدرالی و یا یک حکومت مساوات و عادلانه است که قدرت برای مردم بر بگرده و انتخابات زودی هنگام برای مردم افغانستان ضروری است، چون یک بحران بسیار خطرناک و یک شرایط ناهنجار
مردم افغانستان چه از نگاه اقتصادی و چه از نگاه معنوی تهدید میکنه و حتی نپذیرفتن زنان در کابینه حکومت خودش یک مؤثرات بسیار بزرگ در قسمت یک کشور چون مثل افغانستان است. تشکر آقای عبدالرؤوف شیرزاد، فعال سیاسی و خبرنگار شمال افغانستان، که جزئیات بیشتر پیرامون مسئله میمنه ارائه کرده. سلامت باشین. تشکر از شما دوستان عزیز که با ما همراه بودین. قضیه متاسفانه این گونه هست. آقای فایق هم یک وقت که والی فاریاب بودن هم جزئیات پیرامون از مسئله داشتن که شما میتونید در صفحه فیسبوک خودشون هم ببینید. و وضعیت در شمال افغانستان فعلا کاملا نظامی هست و با توجه به اینکه این گروه در بسیاری جاها ازبکارش شکنجه کرده، مثل هزارها همونطوری که کوچ اجباری دادن، تا به حال صدها و هزاران خانواده کوچ اجباری داده شده، زمینهایشون به کوچه ها توزیع شده و کوچه ها هر جایی که رفته ادعایی داشته بدون از اینکه سندشون بررسی شده. متاسفانه مسئولان گروه تا در هر جایی که بوده قومی عمل کرده و از این مسئله شکایت های زیاد مردم داشته. و امروز شما در جریان هستیم که ما یک مصاحبه را هم با باشندگان حیدرآباد داشتیم در شلگره مزار شریف، اونها هم عین قضیه را قصه کردن که سرشون ظلم شدن و دو نفرشون شهید شده. اونها اشاره کردن که ما نزدیک به 10 نفر زخمی داریم، زخمی که با مرمی زخمی شده، و بیش از 100 نفر دیگه دست و پایشون شکسته است، سرته زده شده، کنداغ زده شده و مشکلات زیاد را اونها هم صحبت کردن. امروز بسیاری از فعالان سیاسی و فعالان اجتماعی و خبرنگاران هم از میمنه گزارش های زیادی ارائه کردن. به اولین فردی که پیرامون از این مسئله وضاحت بیشتر دادن آقای فایق بودن که یک وقت والی اینا هم بودن. در صورت ما هم امیدوار هستیم که این معضله حل شود، حل نه به اساس که امین اعتراض خاموش و مردمی که فعلا در جاده ها برامده روزایش دانا گرفته شود، بلکه روزایت کلی مردم افغانستان گرفته شود. حکومتی به وجود بیاید که مشروعیت ملی و بین‌المللی داشته باشه. مشروعیت حکومت یا حکومت مشروع مهمترین مسئله هست. از دید از من به عنوان یک شهروند افغانستان این مهم نیست که حکومت مشارکتی شکل بگیره. حکومت مشارکتی هم در گذشته داشتیم، نتیجه نداده. حکومتی که رضایت مردم داشته باشه و حکومتی که مشروعیت داشته باشه، حکومتی که عدالت بحث اصلی و دغدغه اصلیش باشه، قوم دغدغش نباشه. متاسفانه گروه تا به حال در توزیع کمک ها قومی عمل کرده، در قضایای حقوقی قومی عمل کرده، در مسائل نظامی هم قومی عمل کرده، در تشکیلات خود قومی عمل کرده و این متاسفانه افغانستان به سوی یک پرتگاه سوق میته و ما امیدوار هستیم که جلوی از اینو باید گرفته شود. حالا وقتش است که مردم هم انسجام خود داشته باشه، مردم هم خونسردی خود حفظ بکنه و سوی هم کشورهای منطقه و کشورهای داخل در قضیه افغانستان مثل ایران، پاکستان، چین، روسیه و ازبکستان، اینا که در مسائل افغانستان تا به حال با گروه تا همسو بوده، باید این درک بکنه که مردم افغانستان چی میخواه. باید به خواسته های مشروع مردم افغانستان توجه صورت بگیره، وگرنه میتونه جنگ های داخلی را مثل دهه 70 گسترش بده. ما حتما قضیه میمنه را در رسانه ها هم دنبال میکنیم، با برخی از دوستا هم در شمال افغانستان حتما تلاش میکنیم ارتباط داشته باشیم تا لحظه به لحظه با شما هم گزارش های را در میان بمانیم. از توجه و همراهیتان جهان سپاس و درود دیگر بدرود.